حسر خانگی دکتر عبدالله، به نام خداوند بخشاینده و مهربان، باز هم خوش آمدید به یکی دیگر از ویدیوهای کانال دیلی پرس. تقاضا می نماییم تا آخر این ویدیو با ما همراه بوده و کانال ما را سابسکرایب نمایید تا از جدیدترین ویدیوهای روزانه ما با خبر شوید. به نقل صفحه رسمی خبرگزاری کاویان، حسر خانگی دکتر عبدالله با گذشت هر روز ظاهرا جدیتر می شود. طالبان ضمن خل صلاح محافظان او اکنون ملاقات های روزانه اش را نیز به شدت کنترل می کنند. منابع به کاویان می گویند طالبان به او گفتند که دیگر اجازه ندارد از دیدارهایش هم در فیسبوک و صفحات اجتماعی خبر رساند. اما جدا از این قید و قیودات، دکتر عبدالله اجازه ندارد به خارج از کشور سفر کند. در تازه ترین مورد او در کنفرانسی در مورد بحران مهاجرت در اتریش دعوت شده بود، اما اجازه نیافت که در آن شرکت کند. در این کنفرانس مقام های ارشد کشورهای همسایه افغانستان به شمول تاجیکستان و پاکستان نیز دعوت شده بودند. یکی از برگزار کننده های این نشست گفته است که دکتر عبدالله قصد داشت در این نشست حضوری اشتراک کند، اما طالبان به او اجازه ندادند و او در نهایت مجبور شد از طریق آنلاین به اشتراک کنندگان سخنرانی کند. منابع و کاویان میگویند چند قبل هیئت قطری به کابل آمده و دکتر عبدالله برای اشتراک در نشستی در این کشور نیز دعوت کرده بود، اما طالبان آن را نپذیرفتند. به گفته من به حتی تلاش های وزیر خارجه قطر نیز برای قانع کردن طالبان نتیجه در پی نداشت. در عین حال گام دوم همسایگان برای افغانستان بسا جمهوریت، به نقل صفحه رسمی دید. نشست تهران هاوی این پیام مهم بود که سرنوشت آینده افغانستان با جلب نظر همسایگان آن عمیقا گره خورده است و نمیتوان فارغ از مطالب مشروع آنان بافت. فرهنگ تمدنی مشترک این حوزه و منافع مشروع و متقابل همه همسایگان الگوهای سیاسی وارداتی بی‌ریشه را به بار و برنشاند. امروز چهارشنبه 5 عقرب تهران میزبان وزیر خارجه کشورهای همسایه افغانستان، ایران، چین، پاکستان، ازبکستان، تاجیکستان و ترکمنستان بود تا در باب آینده افغانستان و نوی مواجه با حکومت طالبان روزنی کنند. وزرای خارجه چین و روسیه به صورت مجازی در آن شرکت کرده بودند و از طالبان برای شرکت در این نشست دعوت نشده بود. پیام ویدیویی ثبت شده آنتونی گوزدیش، دبیر کل سازمان ملل، نیز از نیویورک در نشست تهران پخش شد. دبیر کل سازمان ملل نسبت به موارد نقض حقوق بشر و حملات در افغانستان از زمان تسلط طالبان به شدت ابراز نگرانی کرده و خواستار تلاش برای مبارزه با تروریسم و قاچاق مواد مخدر شد. او همچنین گفت که افغانستان با یک بحران فزاینده انسانی مواجه است و نیاز به اقدام فوری دارد. پس از نشستی که یک هفته پیش در مسکو با عنوان فرمت مشورتی مسکو درباره افغانستان برگزار شد، نشست تهران دومین نشست مهم منطقه‌ای برای افغانستان است. نقش پررنگ و تعیین کننده ایران در معادلات منطقه‌ای و جهانی یکی از محورهای اهمیت بخش به این نشست است. اهمیت دیگر این نشست در مطالباتی است که در آن مطرح شده. به نظر می‌رسد که مهمترین مطالبه مطروحه در نشست تهران تشکیل دولت فراگیر در افغانستان بسا جمهوریت است. حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران ابراز امیدواری کرد که این نشست زمینه برای ایجاد دولت فراگیر در افغانستان باشد. طرح چنین موضعی با این ادبیات نشان آن است که شرکت کنندگان در نشست تهران ابزارها و اهرم‌های فشار تعیین کنندگان و تاثیرگذاری در اختیار دارند که میتواند طالبان را به تغییر مسیر نسبت به ساختار سیاسی آینده افغانستان وادار کند. بنابر این نشست تهران حاوی این پیام مهم بود که سرنوشت آینده افغانستان با جلب نظر همسایگان آن عمیقا گره خورده است و نمیتوان فارغ از مطالبات مشروع آنان بافت. فرهنگ تمدنی مشترک این حوزه و منافع مشروع متقابل همه همسایگان الگوهای سیاسی وارداتی بی‌ریشه را به بار و بر نشاند. آنچنان که 20 سال حضور پرهزینه بزرگتر قدرت‌های جهانی با شعارهای آبدار، دموکراسی و مبارزه با تروریسم و تامین حقوق بشر را به جای نبرد و در نهایت پس از صرف تریلیون ها دلار و کشتارهای وسیع و ویرانی های بسیار ناگزیر شدن افغانستان را ترک کنند تا میدان برای بازگیری و نقش آفرینی دوباره همسایگان باز شود که
پیش از همه امکان و ظرفیت تعامل با آن را دارند. آنچه سرگی لاروف وزیر امور خارجه روسیه نیز در این نشست مورد تاکید داد، دال بر همین واقعیت بود که مشکلات منطقه را باید قدرت‌های منطقه‌ای حل و فصل کنند، چرا که ورود قدرت‌های فرامنطقه‌ای به افغانستان یا هر کشور دیگر در منطقه خود نقطه آغاز تشدید بحران خواهان بود، نه تکیه‌گاه برای برون رفت از آن. آقای لوروف گفت که ما از کشورهای همسایه افغانستان می‌خواهیم که اجازه حضور نظامی نیروهای آمریکایی و ناتو را که قصد دارند پس از خروج از افغانستان به آنجا بروند ندهند. طرح چین خواسته‌های از پیچیدگی شرایط امنیتی افغانستان و منطقه محاکات می‌کند و دول آن سناریوهای پشت پرده است که پس از خروج امریکا و ناتو از افغانستان توسط واشنگتن و بروکسل دنبال می شود. این سناریوها مطمئناً معطوف و مبتنی بر تعقید داعش و بزرگنمایی از آن به منظور فرصتسازی های راهبردی برای بازگشت دوباره نظامیان غربی به افغانستان، اما به بهانه دیگر است، بهانه‌ای که بازگشت داعش به میدان نبردهای خونین در افغانستان فراهم می سازد و اهداف فراتر از افغانستان را دنبال می کند. اینکه کالین کال معاون سیاسی وزیر امریکا مدعی شده که مطابق تازه‌ترین ارزیابی شبکه اطلاعاتی ایالات متحده داعش در افغانستان میتواند تا 6 ماه دیگر به ایالات متحده حمله کند، چنان که قصداً این کار را نیز دارد، خود دال بر آن است که واشنگتن دست داده تکراری سناریوی 11 سپتامبر 2001 بهانه‌سازی برای حضور دوباره نظامی در افغانستان است. امریکا حاضر نیست مسئولیت فجایعی پس از خروج از کشور را بر عهده بگیرد، اما در پی آن هست که با دامن زدن به ناامنی در افغانستان و منطقه از ماجرای بزرگنمایی داعش بار دیگر زمینه حضور مستقیم خود را در افغانستان فراهم سازد. ولی پرسش این است که آیا این بار هم همه چیز طبق میل و برنامه ایالات متحده پیش خواهد رفت؟ نشست های تهران و مسکو و اقداماتی که بیشتر از سوی کشورهای آسیا میانه از برگزاری رزمایش های گسترده نظامی در نواحی مرزی با افغانستان انجام شد، نشانگان آن است که نوی همسویی عمیق منطقه‌ای برای خونسازی طرح‌ها و توطئه های امریکا شکل گرفته و همسایگان افغانستان و قدرت های منطقه‌ای مانند روسیه حاضر نیستند جغرافیای خود را میدان تاخت و تاز داعش برای اهداف استراتژی امریکا داشته باشند. با تشکر که تا آخر این ویدیو با ما همراه بودید. جهت حمایت از ویدیوهای روزانه ما، چینل یوتیوب ما را سابسکرایب نمایید تا از جدیدترین ویدیوهای روزانه ما با خبر شوید. تا ویدیوهای دیگر، الله یار و نگهدارتان، اوقات خوش داشته باشید.